خوش جعفر، هرچی داری جمع کن، آماده باش. با کجا آماده باشم؟ امکی عزیز، با پنج رود، با خانه، آخر من برای تو آمدم. کیهاست تو مدرسه رو ختم کرده ای، 16 سال در سمرقند زیستی، وقتی آن رسیده است که به خانه برگردی. در پنج رود چیکار کنم امک؟ امامتی یا قاری قرآن میشوی. اگر این کار دست ندهد، با کسب پدر، با کلالگری مشغول میشوی. من از بخارا از دوستانم نامه گرفتم، آنها دعوت میکنند که به آنجا بروم. کی تکلیف میکند؟ کی؟ دوستان شایرم و وزیر بلعمی. وزیر؟ نخواهی که مرغ در قفس باشی، با ارباب سر و کار مگیر. تو حالا آزادانه هر چی میخواهی انشا مینمایی، ولی در دربار بالهای مرغ آزاد را میشکنند و دلت خاموش میشود. این تکلیف را رد کن. نه، به هر حال من میروم. خیر چی؟ رو رو به بخارایت. انا حالا ما میبینیم چی طور به بخارایت میروی. نگاه کن. رابیه، بگو من با وی چیکار کنم؟ آخر شما گهواره بخشید، او تا کی انتظار میشود؟ نخود تو نبینی که او تا چه اندازه عذاب میکشد؟ تو عرف عادت ما را فراموش کرده ای. برادری عزیزی من. سلام رابیه. سلام، احوالتون چطور است؟ من برای شما سوغاتی آوردم، آنها را من خودم دختم. آه چقدر وقت آیسته میگذرد، آخر یک سال شما را ندیدم. من از پدرم خواهش نمودم، وزیر پدرم را راضی نمودم که مرا با خود به بازار گیرد. اینجا نارفته، کاسه طبق ناشسته. تشکر رابیه. حالا وقت این کارها نیست. رو به نزده رابا. تو باشی ایستا. پدرت در دمی مرگ تو را به من سپاریده بود. من هنگام تحصیل به تو کمک کردم که تحصیل کنی، ولی حالا که من پیر شدم، تو من و رابیه را پرتافته بروی. انا مندت داری تو در جواب این همه. لازم نیه امک، گریه نکنید. حالا من به بخارا می روم، بعد بگذار گفته شما شود. انا میبینید از آنجا من یک بار به خانه برمی گردم. انا این چهار را به اندازه 20 آرنج میکوبیم، بعد میبینیم. و در دیگر چهار به اندازه 12 آرنج آب پیدا میشود، و باز در چاهی سوم در دهم. سلام علیکم. سلام. چاهی کاریز میسازید؟ بله، آب را از تگی کوه پیدا کرده به صحرا روان میکنیم. از بیابی به جان رسیدیم. کی امر داد، حاکم محلی یا امیر؟ هیچ کس نفرموده است، خودمان کردیم. انا او به ساختمان مصلحت داد، عالم قهر زمین را میبیند. او کیست؟ شاعر و امام ما. او بسیار دانشمند و آدم خوب است. او در آنجا شعرهای خودش را میخواند. مرا به نزد او برید. بفرمایید. زهی فزود جمالی تو زیب و آرارا، شکست سنبول زلفی تو مشک سارارا. قسم بران دل آهن خورم که از سختی هزار تر نهاده است سنگی خارا را. من از تو هیچ مروت تمن نمی دارم، که کس ندید زی سنگ دلان مدارا را. شعرهای امام ما را همه می دانند. این شعر رودکیست. از آن کی؟ تو خودت کیستی؟ رودکی است اسم من. پس تو شاعر رودکی هستی؟ صد سال زنده باش بلبلی خوش الهان. بلبلی ما با آواز دیگران میخوانده است. آی بس کنید، انصاف ندارید. نخواد امام خود را خنده خریش کنید. بگذار او شعرهای دیگران را ندزدد. پس شاعر رودکی شمایید؟ همان شاعر رودکی؟ ما را سرفراز کنید، مهمانی ما شوید، با ما میمونید. تشکر دستان، حالا شتاب دارم. لیکن ما بازوا میخوریم.
آرزومند سعادت شمایم. و شما هم خوش مانید. تا باز دید. مرا ببخشید رودکی، من در نزد استعداد شاعرانه شما سری تعظیم فرود میارم، لیکن وسوسه شهرت مرا ورخطا ساخت. باری اول این کار را کردم. با شما میسر گردید که معنای عمیق شعر را به دلها رسانید. من باری نخست چنین خواننده با مهارت را میبینم. شاید به عوض همین مهارت آفریدگار با من میسر گردونید که با شما واخورم. شما پس میگردید؟ هرگز. بعد از چنین شرمندگی پس شما کجا میروید؟ با بخارو. در آنجا اویلای من است. در مدرسه تحصیل میکنم. اسمم مجی است. در روزهای تعطیل به این دهه آمدم و موقتا جای امام رو عوض کردم برای زندگی. من هم عازم بخارایم، پس ما هم سفریم. خدایا لطف و کرامت پایان ندارد. هم سفری من شاعری بزرگ رودکی است. خواجه در خانه اند. من شاعر رودکی ام. مرحمت دارید. دانش اندر دل چراغ روشن است و از همه بد بر تن تو جوشن است. خواجه شاعر رودکی در نزد شما نخست شاعری دربار کارنامه های پادشاه ایستاده است. سلام علیکم. و علیکم السلام. با من گفتند که شما را در اینجا پیدا میکنم. شخصیت های بزرگ هم گاه گاه گمراه میشوند. خواجه بلعمی با من درباره تو گفته بود. او گفته بود که شعرهای تو به من پسندند، لیکن ما شاعران بزرگ شتوری که به تو معلوم است شعرهای ناسفته را قبول نداریم. در اینجا معنی و مضمونی که خاص زبان مردم عامی است انعکاس گردیدند و طبیعی است که کیفیت اشعار برگزیدگان را دارا نیستند. پس به فکر شما بلعمی کیست؟ از مردم عوام یا برگزیده؟ او برگزیده در میان برگزیدگان، از خدا برایشان عمر دراز عطا کند، لیکن به طبعشان اشعاری فارسی میفارد. خواجه گرامی، شعرهای رودکی ما برای همه آنهایی که سرزمین خیش و زبان فارسی را دوست می‌دارند بسیار نزدیک و مقبول و فارسی. میفهمم شما بحث نموده کوشش دارید که چیزی اثبات نشونده را اثبات کنید، لیکن میبخشید من وقت ندارم. در واقع تو خطاط خوب هستی. اکثر شاعران اشعار خود را نزد من میارند، اما خواندن آنها برایم دشوار است. تو خود میدونی که شاعران بی‌پروایند. تو را به خدمت میگیرم و آنها را برای امیر روبردار میکنی. خواجه محترم، بنده اشعاری را نسخه‌برداری میکنم که پسند من است. از این لحاظ کسی دیگری را پیدا کنید. علاوه بر این به خطاطی من میتوانم در خانه خودم مشغول شوم. میرویم مج. رودکی تا به حالا از سمرقند برنگشته است؟ آمد خواجه بزرگ، من کمی پیشتر با او واخوردم. او به مثل شعرهایش زیبا و پسندیده است. نه نه بدبختانه، الله برایش چنین استعداد عطا کرده از سلیقه سخنوری و زیبایی محروم ساخته است. وی در مجلس شاعران چون اشتر در میان طاووس ها می بود. نخواد که رودکی به شما شعرهای نوش را نخونده باشد. رودکی یکی می خون یک کمی، لیکن باور کنید هر پادبان چنین شعر انشا کرده می تواند. من میخواستم که خود با او واخورم. بله البته، اگر او نرفته باشد. دوست عزیز، تشکر برای مهمان نوازیت. وقتی آن رسیده است که برای بازگشت به پنجرود آماده باشم. شما نباید روید. من به جای شما میبودم تسلیم نمیشدم. ما کتاب اشعار شما رو تألیف خواهیم کرد. دیوان شما رو، نخستین دیوان با زبان مادری ما، اون رو با امیر تحفه خواهید کرد. فکری عالی جناب. در عرب کیهاست که چنین دیوان و دفتر هست. چرا ما چنین دیوان نداشته باشیم؟ مگر اشعار شاعران ما یا زبان ما از دیگران کمتر است؟ لیکن تا به حال یگان شاعر ما دیوان خود را ترتیب نداده است. انا شما از اولین ها می شوید. مبلغ چی؟ ما و شما از کجا سیم و زر پیدا میکنیم؟ با نقاش و خطاط چخل حساب و کتاب میکنیم؟ آخر خطاط بیموز زحمت نمیکشد. دوستم، من از عهده این کار برآمده نمیتوانم. دیوان رو شخصا خودم مرتب میکنم.
من به خستگی کار با رسام نیز مصلحت میکنم. اشعار شما همه جا پریشانند، در قلب خونیاگران، در زبان مردم ما، در خاطر چونین شاعر خاکسار و عادی مثل بنده. اگر این شعرها را در یک دیوان گرد نآوریم اعتراضم نکنید. من به هیچ وجه شما را... این همه برای من جالب است، لیکن نمیخواستم که در بخارا بمانم. ولی شما وزیر بزرگ را ندیده حق رفتن ندارید. آخر وای شما را به اینجا دعوت کرد. من نه برای آن شعر ایجاد میکنم که طبع امیر و وزیر را بالیده سازم. اما بالامیر تماما در اینجا استثناست. شعرها در شخصیت او پشتیبانی خیش را میابند. دوستم، امید از خداوند بزرگ و از خود میکنیم. آن وقت کسی ما را ناسپاس شمرده نمیتواند. جوابان به سرپرستی باید خدمت کرد که این کار را من نمیتوانم. از کجا؟ از نزد وزیری بزرگ. ما با آنها همسایه ایم، ولی در نزد بانو همسری وزیر کنیزی سرود میخواند. در پس همین دیوار باغی است و امای امیرمان است. خوب، با نزد وزیر میرویم یا نه؟ سلام علیکم. من حاضر می روم. از من نترسید. من فقط پرسیدنی بودم. شما کیستید؟ و به اینجا چطور آمدید؟ من خود نمی دانم که چطور در اینجا پیدا شدم. سرود دلپذیرتان مرا به اینجا آورد. ما بودو دیدمانم. بهترش که روید. اجازه دهید که آب نوشم. شما با من آب دادید و من مهمانتان شدم. موافق رسم اجدادی نسبت به مهمان باید خیرخواه و مهربان بود. شما فریبکار. من سرود دلانگیز شما را شنیدم. این شعر مال کیست؟ یک شاعر نامعلوم، نامش در یادم نیست. نروید. به هر حال بگویید که او کیست؟ شما هیچگاه نام او را نخواهید دانست. این طرف خواجه می آید. من نابود شدم. اوه نگینه، تو تنها نیستی؟ این مرد کیست؟ من به اینجا خودم آمدم و این دختر را بار اول میبینم. اگر کسی به او دست رساند از دو یکی کشته خواهیم شد. خنجرت را پنهان کن. تو شرطمون را خوب در یاد گرفتی. اگر به این دختر گزندی رسد تو بر جان جواب میگویی. اینقدر مهمانان عالی مرتبه، بهترین شاعران بخارا، رودکی در کجا باشد؟ رودکی اینجاست. خبر خوش پر و بال تیز دارد از پرستو تیزتر. ما خبر یافتیم که به نزد زمان هم قدم ما رودکی آمده است و ما به نزد شما آمدیم. من مرادی هستم. در اینجا
شهیدی، فرالابی، احمد برمک و مشاقان، عصاب و جانان حضور دارند. ما که هاست که توسط اشعار یک دیگر با هم آشنایم، همینش مانده است که برادروار با هم آغوش بکشیم. بفرمایید. شیره میکنیم شما از پس من ادامه دهید. اگر می نیستی یک سر همه دلها خراب استی، اگر در کال با جان را ندیدستی شراب استی، با پاکی گوی اندر جام مانندی گلاب استی، صحاب استی قده گوی صحاب استی، دعای مستجاب استی، بده آن می که پین داری روان یا قوت ناب استی، بیار آن می که پنداری روان یا قوت ناب استی، و یا چون برکشید تیغ پیشی آفتاب استی. اکنون چیستان را یابید؟ گنگی فسیح است، چشم نیو، جهان بین، لنگی رونده است، گوش نیو، سخنیاب، تیزی شمشیر دارد و رویش مار، کالبد عاشقان و گونه غمگین. پری خطوت یافتم. پگاه دوستان در کاخ بلعمی سبقت میان شعرا دوام میکند. مسلم است که رودکی غالب میآید. من قبلا سلاحم را میگذارم. اگر این کار بوی محاربه کند رودکی میماند، اسبی جنگی را جلو گرفتن نمیشود. مرا ز حسرت و غم یک دمی جدایی نیست، نشاط راز ازل با من آشنایی نیست، غبار تنگ دلی بر جهان نشسته چنان که هیچ گوشه ز بحری دلکشایی نیست. این گونه شعر را تنها شاعر می نویسد که تشنه آزادی است. تا چه اندازه این سطرها مانندن با آن سطرهای سروده. نمی خواهید که کتاب خرید کنید؟ شما کاغذ ندارید؟ دفتر تیار را توصیه میکنیم. اگر توانید ارزون ترش رو هست بفرمایید. ورقهایش مثل ابریشمی نفیس بوده، نرخش تنها 5 درهم است. من با خود پول نگرفتم، ولی من جامعه ام رو گراو میمونم. راضی شوید، من باشم به طریق قرض به این جوان مرد نقش و نگار میکشم. شما مرا در حقیقت دستگیری میکنید، من اون رو گیرم. بگیر بگیر. تشکر. اه
السلام علیکم. امیدوارم که تو به من خدمتی نو چیزی را رد نمی کنی. راست امروز به اینجا رودکی می آید ولی تو او را راه نمی دهی. او شاعری خوب نیست. کی رودکی؟ خاموش. میلش او شاعری بد نیست ولی فرمان است که او را راه ندهیم. کی فرمود؟ خواجه بزرگ فرموده؟ نگذران. گویا که این برای من لازم باشد. مایلش، نشانی هم فکری. فرمان بردارم اگر خواجه بزرگ فرموده باشند. بفرمایید. درباره خود سخن نمودن نچندان خوب است. من بارها سرزمینم را حمایت نمودم و باید قائل شد که برادرزاده شما امیر جوان ما مرا تماما بهای ارزنده نمی دید. من از پادشاه خواهش کردم که خراسان به شما داده شود لیکن وی رد کرد. شما فرشته منید ولی شوهری محترمتون در نزد پادشاه مرا سیاه میکند. او شما را دوست نمی دارد ولی با عقیده من عمل می کند و نهایت کار چطوری که من می خواهم همو خیل می شود. کنیزک های شما من می نگرم و از دیدارشان سیر نمیشم. چطور دلانگیز می رقصند، مخصوصا همونی که در بین می رقصد. او را با من دهید. خدا شاهد من برای وزی او هر چی خواهد می دهم. همین تر خیر به ایوازی او چی می دهید؟ برای دریافتی او تمامی ثروت و بایگریتان کمی می کند. کیست بین شما رودکی؟ من رودکی هم چی بود؟ با تو چی شد امروز؟ تو رو شناخته نمی شود؟ مرا ببخشید بانوی من. خواجه بزرگ شاعر ابو عبدالله رودکی. چطور؟ عاشق؟ برای این عادتان شاعران را می بخشند. شاید من شاعر را نبخشم. بفرمایم که او را به دار آویزم. به هر حال کسی به خیرتمندی شما شک نمی آورد. می توانید شبه نکنید من چنین رفتار می کردم اگر شما شما نمی شدید. خیر شعرهای نوتان را نشان دهید. مرحمت. السلام علیکم. پادشاه شاهی من خوش آمدی. سلامتیت بس پادشاهی من. سلامتی شاهزاده چطور است؟ شکری خداوند خاله جان، ما هر دو تندرستیم. دوستم چی شد؟ از چی سبب در هیجانید؟ مرا نیشاپور نگران می سازد. فرستاده حاکم محل خبر داد که مردم از دادن باج و خراج سرکشی میکنند. من این را پیش بینی کرده به شما گفته بودم. حاکم محل اینجا پیر و ترسو میباشد. تدبیرهای درشت را زمان با تیغ و آتش من شاپور را فتح میکنم. و دیار شکوفان که در سراسر مملکت با نعمتهای خود شهرت دارد و بیابان خشک تبدیل میاد. پادشاهم خواهش میکنم اقلا یک روز از کارهای دولت فراموش کنید. امروز در خانه من برای سرود و شادمانی همه چیز آماده گردیده است. پادشاهم انا او شاعر رودکیست. مرحمت شاهزاده بنشینید. او میبینم که خیلی جوانی. آوازت سرتاسر کشور را فرا گرفته است. شهرت اشعار تو
تشکر. شما نیز پادشاه هم خیلی جوان هستید، اما شهرت و شانتان عالم را فرا گرفته است. بعضی نفران از سن و سال فقط ریش زیاده می کنند، بعضی ها عقل. شعر ایجاد کرده ای امروزت را بخوام. بخندد لاله در صحرا بسانی چهره لیلا، بگیرید ابر بر گردون بسانی دیده مجنون. زی آب جوی هر ساعت همی بوی گلاب آید، در او شست است پنداری نگاری من رخی گلگون. گواراست که شعرهایت با زبان مادری امان صدا می دهند. تو درباره شعرهای جعفر چی می گویی؟ آنها با تو مقبولند؟ این اشعار ناسفته و درشتند، عادی و عامیانند، لایق بحث و مناظره نیستند. تو زبان مادریت را دوست نمی داری و برای درک فصاحت آن عاجزی می کشی. شعر را باید با زبان نوشت که برای همه مردمان مملکت ما فهما باشد. بگذار مردمان ماورانهر خراسان و ایران را اشعار به زبان مادری نوشته شعرهای ما به هم پیوند سازد. ما زبان خود را هیچگاه خوار نمیکنیم و در این صورت ما قلب خلقهای کشور را تسخیر خواهیم کرد. رودکی میتواند در مقام بهترین شاعران عرب قرار داشته باشد و حتی از آنها برتری جوید. او صاحب قران شاعری است. به فرمان من دقت دهید، با شاعر جعفر هزار دینار تحفه میکنم. نیرو و قدرت کشور در اشعار شاعر نه پادشاهم، بلکه در دست نورس بودن قلعه‌هایش میباشد. اما چوپان بی سواد سرباز شده نمیتواند. شاید محترم سهل بین من سوری ما در شعر و شاعری چیزی را نمیفهمند. من از شعر هم بیزار و از شاعر هم. فهمیدن این مطلب دشوار نیست. آخر برزگاو گل نباید و آشنایی بلبل نجوید. ما از این روز تا قیامت دشمنی شدیم. زمان این روزی بعد رو برایت لعنت خواهی خواند. جان شایی را گرفتن سهل است، ولی کسی حاکم حیاتی او شده نمیتواند، حتی منصبداران نظامی. من شما را در همه جا میکابم. شما باز اینجایید، ما را دیده میتوانند. التماس روید. من هر روز به امید دیدار شما به اینجا میایم. بانوی من مرا از خود دور رفته نمیماند. مرا زی حسرت و غم یک دمی جدایی نیست. من اکنون میدانم که این صدرها مال کی هستند. شما یگانه آدمی از شعرنویسی من آگاهید. خواهش میکنم روید. اکنون من فهمیدم که منبع الهام من کیست. همه اشعار من تنها برای شما نوشته شدند. زمین زیری پل لغزید وقتی فهمیدم که شما رودکیید. شهرت من ناچیز است اگر شما این سعادت را با من یک جا نبینید. ما هر دو شاعریم و من بالاخره شما را یافتم. ولی به من بگویید که شما کیستید؟ من سنگچم نگینم، سنگچه ناچیزی که در انگوشترینی بیگانه، یک چیزی که سخنگوی عادی که فروختن، خریدن و پرتفتن ممکن. تمام گنج های عالم را جمع آورند و به های تو نمی رسد. تو خود گنجی بیبه های نگینه. شاید برای همین همه را دوست دیدند و بدن از دیار عزیز دور بردند. دخترک 7 ساله را از شهر ابی ورد، از خوش مادر گریان و غرق غم که به عثمان لعنت می خوند، تا حال آن دست ها را یاد دارم. ولی روزنی که من رو دزدید بی‌عقل نبود. من هرچی نگویم از او مینت دارم. شاید برای اون که قیمت می‌فروشد با من صنعت رو آموخت.
بانو خرید او رو اکنون خوشحال میکنه. معلومم شد بغیر از نظم در دل من باز یک مقصد عالی دیگر جا گرفت. حیات تو را رهایی بخشم، میگی نه؟ نه، من در اسارت میمیرم. دانش شندر دل چراغ روشن است و از همه بعد بر تن تو جوشن است. دانش در کجاست؟ آن در کتاب است، بخرید. این شعرها از کی هند؟ شعرهای رودکی هند. این دیوانی است، این دیوانی اولین شعرهای است. من خودمان را با رسم ها آرایش دادم. اولین دیوانی اشعار با زبان مادری ما. تو ای یار بوده ای؟ از شهرت رودکی استفاده کرده مالی خوابیده خود را به سودا زدنی هستی ها؟ رودکی توانست که تنها با قدرت شعرش مردم را از مرگ امین دارد. پس چرا من خود را از کمبغلی با یک دیوان او رها نمی کنم؟ می بخشی چگونه از مرگ رها داده است؟ رها کردن؟ چه خیلی این کار را توانست؟ در کجا؟ شما آن از او پرسید، او به شما می فهماند. این که ماسون اخل کنید، چه خیلی بودن؟ این چه خیلی بود؟ رحمتی امیر در جنگ در سمرقند بر عمک خود غالب آمده، هزار نفر غلام و افسران او را اسیر گرفته با میدان بر آمد و فرمود که همه را سر برند. آن همین وقت شاعر ما رسیده آمد. امیر گفت بگو رودکی، با عقیده تو کی را مرد حسابیدن ممکن؟ و رودکی در جواب گفت گر بر سری نفس خود امیری مردی، بر کور و کرر نکته نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، در دست فتاده بگیری مرد. شیر جاوید چون امیر این را شنید در اندیشه افتاده، فرمود که همه اسیران را آزاد کنند. این خواست الله است. مرگ بیگناهان را نخواسته بود و با زبان امیر فرمود که اسیران را آزاد کند. اجازه دید حقی خدمتتون رو پردازم؟ نه لازم نیست. کیفیتی که من از این شیرها بردم صد کرد زحمت های بنده را برهم زدن. تشکر به شما. مرا ببخشید. اگر من همان وقت می دانستم که دفتر برای چی به شما لازم بود، التماس بار دیگر مرا ببخشید. در پیش این مرد سری تعظیم فرو دارید. همین که از دیوان اولین رودکی را مرتب ساخت، او با زبان مادری ما اولین کتاب شعرها را ترتیب داد. خدا به شما توفیق دهد. من کتاب اولین اشعارم را به بلعمی هدیه می کنم و به زانو زده زاری می کنم که نگینه را حمایت کند. وزیری بزرگ در خانه خود خوجایی نیست. مصلحتم را گوش کنید، به نزد همسری او روید. با گفتی تو دیوانم را هم به او هدیه برم؟ آخر خانم دوست رو در شعر چیزی را صرفم نمی رود. نه، هیچ وقت. ولی راه دیگر نیست. این یگانه راه است. با مصلحت من گوش دهید. بانو بی اندیشه و شهرت پرست است. آخر می گویند زن را تعریف بکن و تو حاکم دل او می شوی. آخر برای من آسانتر بود دستانم را ببریدن دهم تا که به او شعرها ببخشم. خانم مهربان، کتاب شعرهای خود را به شما تحفه آوردم. نظم را دوست می دارم و قدر می کنم. امیدوارم که به این تحفه ارزنده بهای حقانی دهم. اگر من صد داستان می نوشتم، به صد یکی ارزش های بی بهای شما برابر شده نمی توانست. این چیست؟ در صحیفه اول است؟ مقدمه، من آن رو امروز نوشتم. خوبش من مقدمه رو بشنوم، زیرا شنیدن تأثیر بخش است. نگی نه؟ کو بخون اقلن همی مقدمه رو. میبینیم امروز شاعری جوانو شهرتمند و توانا چی نوشته است؟ بخوان.
گرفت خواهم زلفین انبرین تو را به بوسه نقش کنم برگی یاسمین تو را. هر آن زمین که تو یک ره برو قدم بینهی هزار سجده برم خاک آن زمین تو را، هزار بوسه دهم بر سیهای نامه تو اگر ببینم بر مهر او نگین تو را. با تیغ هندو بگو دست من جدا بکنن اگر نگیرم روز من آستین تو را. چرا شما خاموش موندید؟ گوشم به شما دوام دهید. امیدوارم که شما هیجان مرا پی بردید. خانم مرا به قرارگاه شما عشق آورده است. از دقیقه های اول پی بردم. بی‌ملال بگویید، بگویید، شرم ندارید. خانم مهربان، با یک سخن شما حیات من وابسته است. تقدیر من در دست شماست. به همه این احساسات شعرتان جواب گفت. عشق این احساس مقدس است. با محبت ایستادگری کردن بیفایده است. چطوری که با خصمت مقابلت کردن ممکن نیست. مهری مادرانه شما به من شجاعت میبخشد. ما بانیگینه همدیگر را دوست میداریم و شما خانم مهربان با یک سخن میتوانید به بخت ما کمک نمایید. این را فقط شما میتوانید. آن چی بوده است؟ معلوم میشود که چی گپ بوده است. آن برای چی شما به خانه من آمدید؟ آن برای چی شما در نزد من شعرهای خوشنوای خود را ترنم کردید؟ در کجا شما با این به حیا واخوردید؟ با آدمان کاری خیر میکنی آنها به تو با بدی جواب میگردانند. هیچگاه میشنوید، هیچگاه شما نگینه را به دست نمیارید. خوبش من او را در زنجیر از گرسنگی هلاک میکنم. خودی پادشاه مرا مجبور کرده نمیتواند که او را به شما دهم. اولین دیوان با زبان مادری ما مرا خرسند کردی شاعر. دیوان رودکی معجزه است، حتی از ایجاد شاعران بزرگ عرب کم نیست. این آم نشانه مرحمت ماست. مرحمت شما به من سرحد ندارد شاهم. تو از کمان پرنده میتونی؟ نه، کمان من خامه است و پیکانهای من واژه ها. وقتی که من شاه میشوم همه شاعران را از دربارم پیش میکنم. فرزند من جنگاور به کمال میرسد. ببین من چه خیلی پرنده میتونم. از رودکی پسرم بیاموز. تیری شاعر خطا نمی رود. پیکان تیزی اشعار او راست به هدف می رسد. نگاه کن. چی خیل باید پران؟ این کوزه ها به مثل خزینه ما خالی اند. ولی یوریش ها در نیشاپور ادامه دارند. سال بینی منصور تو به ما 500,000 درهم می دهی. مباشد پادشاه هم اینقدر تیلای را من از کجا میگیرم؟ ما با تو اندازه یک ساله ولایت بخارا را میدهیم. 500,000 جمع کنی بقیهش را برای خودت میگیری. آنچه که با من روا میبینه چرفی بزرگ است. خدمت شما را بجا آوردن برای من خوشبختی است. او تمام ولایت را غارت میکند. مگر این کار را کردن ممکن است؟ او از فقرا آخرین کرته را کشیده میگیرد. این برابر همان است که گرگ را به آغل گوسفندان را میدهیم. اگر گرگ در میان گوسفندان است باید با دقت نظارت کرد. ابو عبدالله، از باب اون واقعی که در خانه من رخ داد آگاهم. این دهشت آور است. اگر نگینه در دهان شیر می بود رها شدنش آسان تر می افتاد. انسان را در غلامی بمانند مرغ سخنگو در قفس نگاه داشتن کار ناشایسته است. ولی آن کس شایسته نام انسان نیست که شاعر را در اسارت نگاه می دارد. نگینه باشد، شاعر است.
من در نزد شعرهای او سری تعظیم فرود می آورم. شعرهای او ارزنده است. در قفس حتی پرنده خاموش می گردد، نگینه نابود می شود. او را رهایی بخشید. شما با فرهنگ یونان و عرب و عجم آشنایی دارید، پس کمک کنید که زولانه های شرطی را شکنیم. بابانو که همسری شماست و کسی جز شما حکم کردن نمی تواند، بگویید. آخر با او چی گوییم؟ در این کشور همه در حکمی من است، بجز همسرم و پادشاه. گاه امیر را باور کنانیده می شود، ولی همسرم را. لبتر مکن با آب که تلق است در قده، دست از کباب دار که زهر است تو امان. با کام خشک و با جگری تفته در گذر، ایدون که در سراسری این سبز گلستان. خواجه بزرگ، من از شما یگانه خواهش دارم، لطفا اجازه دهید تا چند روزه به خانه روم. من یک مدت تنها ماندن می خواهم. بیرو. کجا؟ عقیب گرد. بابا، السلام علیکم. شما مرا در خاطر دارید؟ به یاد آوردم بچم، تو را چخیل نشناسم، تو شاعر رودکی هستی. به یادم میرسد که در همین جا واخورده بودیم. ای، چرا ایستاده ای؟ سلام علیکم خواجه. سلام. سفرها بخیر. به دهه خودمان میروم. این همه چی معنا دارد؟ وثاق باشی. بدبختی یزیم داریم رودکی. سهلبین منصور به کاریزی که ما خود ساخته ایم با دستان خودمان اندازی کلام بسته است. ما شب و روز زحمت کشیدیم. چه خیلی که میبینیم آب آمده باشد هم آن با خود فقط بدبختی آورد. این مردمی بینوا را به کجا میبرید؟ با فرمان سهل به ساختمان قلعه پیکند. تا دمی که تمام قرض ها را نکنند آنها را جواب نمیدهند. انا این نابکار غلامانی مرا لگت کوب کرد، جرأت کرده مقابلت نشان داد. من فرمودم که بلواگر را دست بندند. خیر میلش، راه دراز است، در اینجا ایستاده فایده ندارد. بپیش، تستر، تستر. ایستد. خرج اینها چند است؟ 1100 دینار. چی بود؟ بگیر، اینجا بر زیاد بسنده است. شما شوخی میکنید خواجه؟ برای شوخی وقت ندارم. روید، همه شما آزادید. تا آخری عمر از خواجه مینتدار باشید. چی استادید ابله ها؟ گم شوید. تشکر به تو رودکی. مرحبا به تو رسید. آمین. تشکر. تشکر. دستان او را کشاید. نه، این شخص جنایتکار است. او به سری خدمتگارانی پادشاه دست برداشت. او را در بخارا مرگ انتظار است. تو مج را در یاد داری؟ ها، وی دوست من است. او امام ما بود. وثاق باشه، این عارف را آزاد کنید و این انگشترین را به شما می دهم. آخرین هدیه شاه است. خیر، این کس را آزاد می کنی. بگیرید این بلواگر را، او از شماست. Thank you.
رودکی آمد. سلام علیکم. سلام علیکم عزیزانم. خوش آمدید. پیشواز گیرید. عاقبت آمدی امک جان. بیفرما پسرم. خدا دعای ما را شنید. بیا پسرم گذرید. ما را عاقبت به یاد آوردی. گذر بشینید. گذر پسرم. سلام رابیه. مرحمت بشینید. به اینجا گذارید. شکری خدا میگویم تا او به تو عمر پر به شهرت عطا کند. برای دل بزرگ او خدا او را به همه مراد و مقصدش رساند. آمین. آمین. رابیه این را به اونجا بر. ما تشریف تو صدقن شادیم جعفر. اما که تو گفته بود که یک بار می آیی. من دیگر به هیچ کجا نمی روم. خوب کردی آمدی. خوب کردی. بفرمایید دوستان. مهربانی کنید. بگیرید. بیایید آدمی خوب. مرحمت گذارید. سلام علیکم. خواجه مرا پس شما فرستادند. پادشاه خدا عمرشان را دراز کند. فرمودند که عاجلا در نزد او در هرات حاضر شوید. خیر چه؟ خیر خوش میکنیم رابیه. خدا شاهد است که من به هیچ وش از خانه نمی رفتم. ولی چی باید کرد؟ چطور وزنین از زادگاه را ترک کردن؟ چون این به نظر می رسد که من دیگر هیچگاه به اینجا بر نمی گردم. شاید ما دیگر با هم وا نخوریم. فکر میکردم که عروسی خود را با آغوش گیرم، ولی خواهر را با آغوش میگیرم. خوش باش. من شما را انتظار می شوم. تمامی عمر انتظار می شوم تا آمدمی که دل از تپیدن موند. دعای من همیشه با شماست. هر باد که از سوی بخارا به من آید، زو بوی گل و مشک و نسیمی سومن آید. هر شب نگرانم به یمن تا تو برایی، زیرا که سهیلی و سهیل از یمن آید. من میفهمم شکار مرا خنگیز است، ولی شما را کارهای تاخیرناپذیر در بخارا انتظارم. بخارا از ما به هیچ کجا نمیگریزد. وقت بسنده است. تیرماه برمیگردیم. تابستان هرات عجیب است، معجزه آور است. هوای آزاد را نفس میگیری. رودکی را در کجا بینیم؟ رفتیم. او باید در خیمه خود خواب است. سلامتی اش چندان خوب است. تو بیماری؟ دوستی من؟ با تو چی شد؟ شاید شاعری من بخواد کرده است. من میخواستم که او را به شکار تکلیف کنم. در بخارا تو کی داری؟ کسی تو را مفتون کرده است؟ من در اینجا گویا خود از خود جدا و غریب زندگی میکنم. دل در اینجا در غریبی اندوه دارم. مرا به بخارا جواب دهید پادشاهم. من دیگر این خل نمیتوانم. ها
امیر پایتخت کشور را به اینجا به هرات کوچانده نیست. اگر این به عمل بیاید بخارا ضعیف شده بیگانگان استحاله نکرده ما را نهر و بخارا را میگیرند از این چی میبراید؟ امیر جواند شاید نمیفهمد. ایش چرا ما اینقدر درباره کارهای دولتی فکر میکنیم وقتی که شما را میگینه منتظر است؟ بله بیچاره یکی من. امیر شما را از حد زیاد دوست می‌دارد جعفر. فقط شما می‌توانید مجبور کنید که او به بخارا برگردد. بگویید چی طور؟ با کدام را؟ این خیلی فهماست. فراق وطن چنین طوریست که به صدا می‌دراید اگر به آن درست به نازوکی ناخون زنی. تو می‌توانی در دل امیر فراق وطن را بیدار کنی. هر سو که نظر کنم آنجا بوی جوی مولیان به دماغ می رسد. بوی جوی مولیان می وزد و صدا می کند من تو را انتظارم. ما را مولیان صدا می کند؟ بله. بوی جوی مولیان آید همه، یاد یاری مهربان آید همه. سایش از پروبیار علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم رودکی عزیز. بخارای شریف پزمانی شما شد. السلام علیکم. اجازه دید شما را با شعر خودتان پیشواز بگیرم شاعر محبوب. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. هیچ تلخی نیست در دل تلختر از فراق دوستان پرهنر. رابیه السلام علیکم، چطور به اینجا آمدی؟ از این پس لازم می آید که
خودم به بازار بیایم پدرم پیری برجامانده شده است. بعد فکر کردم که شاید با شما بخورم. نگینا حاضر کربان به سمرقند می رود. باید رسیده گیرم. خیر آخرین چهل می شود. خیر می مانده. من در اینجا مانده نمی توانم. ولی اگر شما مرا دیدن خواهید بگویید می آیم. می آیم. دختری بیچاره باری پنجم است که با بخارا می آید. نه ملیکه من دلداری من وقت خیلی طول کشید. مرا فراموش نکردی؟ تو مرا دوست میداری؟ بله عزیزی من. در کدام حالتی که نباشد ها. روزتان بخیر بانوی من. کنیزی به همتای شما در کجاست؟ شما چون هر وقت در باره شما را مفتون کرده از قائل شوید. با نظرم چونی نمود که منو رو در باغ با رودکی دیدم. اگر این طور باشد این باری آخرین است. ناشکر چقدر شما رو با هیجان می آرد. من به او خیلی آزادی دادم. باید به دست گیرم و قشلاق می فرستم. چرا؟ او رو با من فروشید از بای خلاص می شود. برای او چند می دهید؟ چقدر که می خواهد؟ چی علاج؟ در بخارا شما کاروانسرای خوب دارید. در سمرقند باشد حمام‌ها. راضیم هر دو از شما. این هم کم است. نه خود. این همه در عوض یک کنیز کم باشد. من او را ارزان نمی فروشم. خوب این طور میکنیم. خیراج یک ساله یک از دهه های من. خدایا. شما در مرو آسیاب دارید. انا آن را می توانید دهید. آسیاب را؟ نه نه هیچگاه. این خلکی می خواهد نگینه را نمی گیرد. در کجا دیدید که کنیز را با چونی نرخ فروخته باشم؟ نخواهید سودا نکنید. خوب می دهم آسیاب را هم گیرد. تا بگاهی وسیقه را بیارید. نگینه همانا به نزدی شما می رود. نگینه مال شخصی سهل شده است. چیزی او غلامی او. او باید این نابکار را خوشحال گرداند. این مخلوق ناچیز را. ولی برای نجات او هیچ کار از دستم نمی آید. تا اون دمی که آدم رفیق دارد امید کندم بر وقت است. اجراس می گوید من از شما جان قرض دارم و تیارم که آن را قربان گردانم. تشکر دوستان عزیز من. من این را می دانستم. ولی چی؟ چی کار کردن ممکن است؟ بگویید. در آن جایی که خیرت و راستی راه نمییابند عیاری و قوت راه مییابند. با من شراب بده. موسیقی
دیگه نه. این رفیق وفادار من است و تو را در جایی با اعتماد پنهان میکند. چند وقت من شما رو انتظار شوم؟ زیاد نه. از هیچ چیز تشویش نکش. به زودی ما یک جایه می شویم. خدا یارا. نگه نه شراب رز. نگه نه. خدمتگاران یک آقاز هست نگی نه در کجاست ندیده جانب او گریخته است جنای از پروزی کنید و از کفای گریزت حقیق کنید همه راه ها را کابید او را یابید حالا دور است اگبرکه سپیدم به خانه میرسید مادرم با خوشنودی ما را پذیرایی می کند. رویتان را پوشانید. نظر با دستی اون نگر من تا به حال کمپیری رو با چنین پنجه های نازک با نخوردم رویت رو کشا در حشمت و انبر سارا در عالم شود برابر با بخارا هر کس که به این شهر بیاید نخود یوان شاعر تا به حال قصیده انشا نکرده است باز چار مصره و اثر من تیار می شود خواجه بزرگ آه ابو عبدالله چه خوب که آمدی تیاری میکنی که شرف ما حمایت شود فرستاده خلافه در نزد امیر است ولی شاعران ما هیچ به قافیه نمی درآیند به الهام بیا و حمایت کن ما را قصیده ای در چنین موضوع ضرور است پادشاه و توانای چطوری که دولتی تو توانست بگذار بخارا شهرت یار باشد آن بسانی که زیباز بغداد الهام هم قلمان تو را ترک کرده است آنها یگان چیز فکر کرده نمی توانند ولی الله بخشاید تا به ما رودکی را فرستاد تا حالا یکان چیزی تیار را نداری؟ نیست؟ مرا به آنجا برید جعفر شاهم رودکی در خدمتی شماست شراب بنوش شاعر رودکی مهمان ما از بغداد میگوید که شاعران دارند که راست در ضیافت ها قصیده ایجاد میکنند کاغذ و قلم گرفته از نزد دستورخوان دور نرفته در پیش چشم مهمانان عالی قدر قصیده ها می نویسند که شجاعت و خدمت خلیفه و هم زبانان او را ستایش می کنند ما از روی عدالت بها می دهیم شان و شرف به شاعران ملک عرب ولی در کشور ما برای آن چنین نمی کنند که ما نمی فرماییم یک سخن ما بس است که آنها این کار را بکنند و آنها اثبات کن رودکی
مجلس بی ساخته شهریار بدینسان، از گل و از یاسمین و خیری الوان، خسروی بر تخت پیشگاه بنشسته، شاهی ملوک جهان، امیری خراسان. خلق همه از خاک و آب و آتش و بادند، وین ملیک از آفتابی گوهری سامان. یک صف میران و بلعمی بنشسته، یک صف حوران و پیرصالح دهقان. بربط عیسی و لحنهای فؤادی، چنگ مدکنیر و نای چابک جانان. باد دهنده بوت بده زخوبان، قامت چون سر و زلفکانش چوگان. امروز به هر حال بغداد بخاراست، بزرگ پای تخت شهریار خراسان. آفرین آفرین آفرین. با این چی میگوید مهمانانی عزیز؟ چی هم میگفتیم، رودکی این معجزه است. به فکرم به همه معلوم شد که از بغداد تا قاشقر شاعر تولد نشده است که به رودکی برابر شود. احسن. شرف شاعر این افتخار دولت من است. ما به رودکی 40,000 درهم تقدیم میکنیم. رودکی از این پس سرور شاعران دربار اعلان می شود. خلعت افتخاری بیارید، از سرشان طلا بریزید. چی شد؟ خبری نخوش؟ بله امیرم، در هرات تظاهرات از این حاکم محلی این کاری ویست. من میخواستم خودم به هرات ایسیان پیشه روم و جزای خونین دیهم. فکر میکنم که به اونجا سهل بینی منصور را فرستیم شاهم. سهل را؟ او دشمن اشدی حاکم محلی هرات است. برای فرونشاندن ایسیان هرات خراسان را وعده دیم و شاد خواهد شد. خراسان را به سهل تقدیم کنیم؟ شما گفته بودید با سهل باور کردن با دشمن باور کردن است. راضی شوید امیرم، دشمن را با دست دشمن زدن این خیرتمندی است. این خیرتمندی است. فرمان آماده سازید. با او چی شد؟ از هوش رفته است. یگان چیزی خطرناک نیست. آخر از شادی حالا یگان کس نمرده است. حاضر به خود می آید. انا حالش بهتر می شود. حاضر بیدار می شود. به
تو چی شد؟ ابو عبدالله. خواجه بزرگ، من برغم رسم آیین کوشش کردم که مال کسی دیگر را با یاری رفیقانم از خود کنم. رفیقانت به دست افتادن؟ نه، با آنها میسر شده است که گریزند. پیداست خود الله مرا فرستاده که به تو خدمت کنم. گوش کن جعفر، تو دو نفر شاهد و ملای افتاد به قلعه سهل می آیی. من تو را در آنجا انتظار می شوم. خوب؟ نگی نکنی زیمان است. من او را خریدم و هیچ کس حقوق دخل کردن را ندارد، حتی خود پادشاه. من به تو دست دوستی دراز میکنم صاحب، و تو بیهوده یک روی میکنی. فکر کن، دست خالی با کی در کار؟ دوستی اثبات میخواهد. برای تو چگونه اثبات لازم؟ خراسان را به من دهید. خب تو خراسان را میگیری، وعده میدهم، ولی به آن شرطی که چگونه؟ منصبداران را به وظیفه های مهم دولتی با اجازت من تعیین میکنی. قبول دارم. این یکی از شرط های من است، دویمش را خودت میدانی. نگی نه، تو او را به کسی میدهی که امشب او را به تو نشان میدهم، تو فهمیدی؟ رودکی؟ این نباید دقت تو را جلب کند، او را تشویش دهد. راضیم. مرا ببخشید، بشینید، شراب بیار. تو قرآن داری؟ با آن قسم بخور. با قرآن مجید قسم که اگر من با امضای پادشاه فرمان را بگیرم، همانا با قول با وزیر داده خود وفا میکنم. انا آن چیزی که وعده دادم. هیچ ممکن نیست. فرمان همان خلقی هست و با امضای پادشاه. از این روز من والی و سپهسالار خراسانم. اکنون برو و نگینه را بیار، با وعده خود وفا کن. حاضر داماد شاونده می آید و ما آنها را نکاح می کنیم. اقلا بگوید که او کیست؟ با او چی کار داری؟ آدم است. اگر این روزکی باشد، پس همسر شما ناراضی می شود. تو به قرآن قسم خوردی سعد. عروس به هیچ کجا نمی گریزد. این همه سراسی مگی برای چیست؟ نه، همون خیلی می شود که ما او تو شرط بسته بودیم. نیرنگ بازی نکن. خوب شده است. خواجه، همام چی آمد؟ من اینجایم. تو با من امروز باز لازم شدی. بفرمایید خوجه. این همام را تفسان کن. خوب شده است. سختر گرم کن. با چشم. همه کن را تیز و بیاروز تمام کن. کمی مونده است. نازنین آماده می شود. از او به مثل صد برگ باغ پادشاه می آید. این چه طوری که شما امر کرده بودید؟ تو حتی به طرف من نگاه کردن نمی خواهی؟ من قوت ندارم که مبارزه برم. به شما نفرت دارم. کنیزی که خوجین خود را این طور استقبال می گیرد، خیلی با جرأتانه رفتار می کند. تو مال من هستی، خواهم می فروشم. یا اینکه پرتوید؟ این سخن ها با من آشنایم، ولی من آزادی را احساس کردم. کنیزی پیشین در من مرده است. انسانی بیدار شد که با شوق به اندازه دوست می دارد و به همه کار برای عشق خود تیار است. من در جهان از هیچ کس نمی ترسم. از شما هم، از دوغ و پوپیسه شما هم نمی ترسم. سخن های پوچ،
من میتوانم با شمشیر پوستی نازکی تو نازنین را قلم قلم کنم. میتوانم تو را برای دلخوشی و پیشی سربازان پرتایم. چیزی که میخواهید کردن گیرید فقط از شما خلاص شدم. تو با من از حد قیمت افتاده ای که آسان است و جدا شدم، ولی پاسبانی کنیزی که برای او مبلغ افسانوی صرف کردم بد دلم زد. گرچند با نگریختنی تو باوری ندارم، مقصد گذاشتم که با نرخی ارزنده تو را فروشم، با نرخی گران. خودی وزیر بزرگ تو را برای رودکی خرید. این دروغ است، گمان میکنید به این فیره باور میکنم؟ با وزیر ما مسلحت کردیم که حاضر داماد میآید. این آرایشات را از من دور کنید. عطر و پاچی؟ کی به من برای عوضی عطریات پول میدهد؟ من برای آنها پولی کم ندادم. شما این رو بر میگردونم؟ نه، اگر در سر این نیست، فقط از روی عزت نفس مرد من به این راه دادن نمیتوانم. میرو عطر رو از بدنم بیشو، تو آزاد نازنین. تیزتر تیزتر تیزتر. زودتر، شتابید. های زنها را به اینجا بخوانید، زودتر روید ببینید چرا و اینقدر دیر میکنند. خواجه بزرگ اینجا اند؟ بله، او در خانه من است. انا او حضرت، دختر نفس گیر شده. تمامی دستش غبک خون است. او انگشت خود را گزده خونشار کرد تا که روی دیوار چیزی را نویسد. عزیزم الویدا، در آتش و خون بیرفتم زین جهان پر درد برو. مرو به تو سر آمد زندگانی، اینک رفتم تو جاویدان بیمانی. ای گردونی سیفلا، سهل بینی منصور، پادشاه قرار خود را دیگر می کند، شما والی خراسان نمی شوید. من گمان داشتم که یک عمری در سینه من خواهش نیکار خاموش شده است. شما از دیگر این آتش را فروزان کردید بلمی.
دوستم، امروز من برای نویس کردن کلیلا و دیمنا آغاز کردم. نگینه این کتاب را خیلی دوست می داشت. این نقاش چین هندوان را چقدر زیبا تصویر کرده است. ولی این گونه شعرهای عالی نوشته از شاعر از بخارا. چی استعداد خداداد دارد این نقاش؟ چگونه تخیلات؟ آدمان گویا در این لوحه زنده اند، همین خیل هم می نمایند، گویا از نقش فرود آمده به نزدی تو می آیند و از درد غم خود نقل می کنند. بگونه رو دستگیر میکنن، هر یک شخص رو با آزادندشی گمانبر نبوده بیرحمانه استنتاق میکنن. شما باید پنهان شوید استاد، میتوانند شما رو هم دستگیر نمایان. ما شما رو پنهان میکنیم. این نامسلمان کتاب های پور از بدعت رو میفروشند، او رو دستگیر کنید. آنها ابو حفیظ رو دستگیر کردن. آنها شایر بر مکر را دستگیر نبودن. استاد شما چرا انتظاره؟ در میدان ملا واکیم کدام آدمان فریاد میکشن که رودکی نیز بدعت پرست است. دیروز در کوچه بسوی من نیز سنگ پرتافته بودند. بینیشینید دوستان، بینیشین. من شعرهای تو را خواندم شکری، براستی که خیلی شعرهای خوبند، ولی در هج تو با قوت تری نسبت به شعرهای پند و اخلاقی. ولی برای تو عارفی از قصیده دیده غزل نوشتن بیشتر دست می دهد. می دانید دوستان، شعر نیروی بزرگ است. آن مردم را به هم نزدیک می کند، دلهای آنها را گرم می سازد، با سطرهای خوش صدا معرفت را در دل آدمان بیدار می نماید. شما کی هستید؟ و با شما چی لازم است؟ نخود کی اکبر باشد؟ بله اکبر. کی آمد؟ اکبر؟ آه خدایا، تو چه خیل دیگرگون شده ای؟ من به هیچ وحش تو را نمی شناختم. السلام علیکم خواجه. سلام علیکم. بگو که اینقدر سالها در کجا بودی؟ اینها شاگردان منن، شکری، عارفی، از اینها خوف نبر. من در جستجوی حقیقت بودم خواجه. دلی پاک و نجیب داری. یا دیدم چخیل منصبداران امیر کشور را دو قد کرده آن را بزانو نشاندن، تا چی اندازه بیرحمان خلق را آزار میدین. من با تظاهراتچیان خراسان همراه شدم، سه مراتب از زندان گریختم، هفت مراتب از دست چاکران امیر یردار شدم. به هر حال چخیلی که میبینید زندم، طاقتی مردم تاق شده است و عذابی او را هیچ کس کم کردن نمیتواند. من به نزدی خودی ها میرفتم، خواستم شما را خبردار کنم که از شهر برای سهل بینی منصور شما را چشمی دیدن ندارد. امیری جوان در دستی او بازی چه شده است. ما
معلوم شد که شما با بلواگران قرمتی مناسبت دارید. همچون سردار پاسبانان شهر وظیفه دارم که شما را به دربار برم. رفتیم با من. شما در دربار با امیر روبرو میستید. شما در نزد امیر برای عملهای خود جواب خواهید گفت. آماده باشید. نه نه، شما این خلاص را نمیکنید. او باید به شما حسابات ندهد. روید از اینجا. شناسی دیری نه. تو حالا بدار آویخته نشده ای؟ تو چه زنده ماندی؟ زنده هم. هیچ نیکی مرگ بگیرد. انا مرگی تو رسید. تو با من میروی و بدار آویخته میشوی. نخواد. تو در کجا دیده ای که شیر بسک تسلیم شده باشد؟ خدای بزرگ، خواهش میکنم دست نگاه دارید. او را دارید. بردارید. او را به حال خود گذارید. من با شما به دربار میروم، حتما میروم و چشم امیر را به جنایت های وزنین خادمان او میکشایم. مرا ببخشید خواجه، خدا شاهد است که من به نزد شما با نیتی نیک آمده بودم. خواجه، بعد مرگ من اقلا در یک سطر شعر خود بگویید که من یگان وقت به آنها تسلیم نشده بودم. تو هیچگاه نخواهی مرد. بگیرید او را. شما هم بیایید. حسن سالت چو بلبل مقید نظمم، و جرم حسن چو یوسف اسیر زندانی. بسا نشستم من با اکابیر و ایام، بیاز مدمشان آشکار و پنهانی. نخواستم زی تمنا مگر دستوری، نیافتم زی عطاها مگر پشیمانی. رودکی وحشی است شاهم، او به تخت دست زده است. در شعرهای آخری خود او بشنوه چی میگوید. چی نشینی و درگاهش ناهمبار که همه کار او ناهمبار است؟ یعنی کارهای پادشاه هم همه ناهمبار، ناسواد و غلط بودند. بس است. تا چی اندازه شما کر نمکید؟ شما را از میان قشاقان و کمبغلان صحرایی عالی سامان به این مرتبه برآورد. بجای منتداری شما بلواگران را ستایش میکنید. حسی عداوت را یک جای به قرمتیان بدار میسازید. بله، لطف و مرحمت سامانیان در حق بنده بی نهایت بزرگ است و شکر نعمت این خاندان عالی بر من همیشه واجب. ولی این همه مردمان بخت برگشته که شما ایشان را قرمتی، اسیانکار و بدمذهب می نامید گناه ندارند. خدا شاهد است که گناه ندارند. گناهگار آنهایند که با خراجهای گران، مهنت رایگان و مصادره های بی امان کارد به استخوان مردمان رسانیدند. پادشاهم، گناهگار انا همین هایند، همین ها. بس، آنچی میگوید گوش نشنید است. گستاخی تو سرحد ندارد رودکی. بله، البته سخن حق نزد شما گستاخی می نماید.
ولی این گستاخی در برابر شجاعت شخصانی که برای عدالت میمیرند و مبارزه برای حقیقت دعوت میکنند هیچ است. تمام مملکت گرفتار سوختار اعتراض است. شما باشید در این خصوص شوریدن نمیخواهید. انان حاصل علم و نظم با گناه همین خیل آدمان که آتشی فکرهای کینورد را می افروزن مملکت گرفتار بلواست. شورشگران فریاد میکشند که گویا همه مردم برابرن. شاعران این فکر را در وجود آنها جا کردن. رودکی رها ره تا به دربار رسیدیم کوشش کرد که مردم را بشوراند. انا با عیبی او چند نفر از آدمانی من مجروح شدند. حتی تحفه های پادشاهی شد روان را داده بلواگران را آزاد میکند. اگر این طور باشد احتیاط شو. این را من به هیچ کس نمی بخشم. هیچگاه. مویس بود دارم. این انگوشترین را می شناسد شاه؟ پدر شما این انگوشترین را به شاعر ناشکر تحفه داده بود. در بدل این انگوشترین رودکی اکبری بلواگر را آزاد کرده بود. امیر سهل بن منصور، رودکی را جنایتکار اعلان میکنیم و او را در اختیار شما میسپاریم. همه خرمتی ها را کشید. اکبر را به کره آتش انداخت. چون تیغ به دست داری مردم نتوان کشت. نزدیک خداوند بدین نیست فراموشت. این تیغ نز بحری ستمگاران کردند. انگور نز بحری نبید است بچر خوشت. اینک همان لحظه فرا رسید که من دیر باز انتظارش بودم. ها تو دیر به خود آمدی سهل. آخر زندگی من سراسر به شعرهای من گذشتند. تو اکنون چرا از من گرفته می توانی؟ بره دارا سابق شاعری دربار به نزد شما آمده است. میگوید که او به شما کارهای مهمی دولتی دارد. خوش چی میخواستی؟ سهل بن منصور به قرار آمده است که رودکی را کور کند شاهم. از کجا تو این را میدونی؟ امروز در این باره تمامی بخارا حرف میزند شاهم. شاهان خیرتمند عادتا نسبت به غلامان سرکش خود همین خیل مناسبت می کنند. رحم کنید از برای خدا، رودکی شاعری بزرگ است. ولی تو یک عمر اثبات می کردی که او شاعری خوب نیست. من کوشش می کردم که خود را به این باور کنانم ولی نتوانستم. من بر رودکی دشمنی می کردم، حسد می بردم. ولی پیش از مرگ گفتن می خواهم که رودکی افتخار کشور و شرف نظم است. رودکی بلواگر است. امیرم شما قدرتمند و توانایید. شما می توانید شهرها را آباد و مملکت ها را به خاک یکسان کنید. همه در حکم شماست. ولی در خاطر نسل ها شاهان همان خیر می مانند که شاعران آنها را وصف کردند. امیرم عصرها می گذرند و آدمان درباره شما می گویند این همان پادشاهی است که رودکی را کور کرده بود. تو خیلی دیر آمدی شاعر. رودکی هلکه کور کرده شد. این کاری کیست؟ ما چون این فرمان نداده ایم. سهل بن منصور برای این جواب میگوید. من به او نشان میدهم که کی در این دولت رهبر است. به من یگان نفر وصیتچی لازم نیست. جنید برو و بگو که من فرمودم سرش را از تن جدا بکنند. باز کمی مانده است دوستم برادرم و کتاب پره به آخر رسانده می شود. با فرمان سهل بن منصور چیز و چاره ای رودکی مصادره کرده می شود. هر کاری که کردن می خواهید کردن گیرد، روید کردن گیرد، فقط حاضر خلال نرسانید. شروع کنید. زندگانی بی‌رحم است، سخت گیر است، ولی استاد است، آموزگار است. در او دانش های زیاد نهفته است. من می خواهم که کتابم را
در ستایش دانش با آخر رسانم. مج بنویس تا جهان بود از سری آدم فراز، کس نبود از راز دانش بی نیاز. هر که ناموخت از گذشتی روزگار، نیز ناموزد زهیچ آموزگار. ایست، همه چیز را برگردانید. کی آمد؟ این منم، یک گرد در پیش پای شما، غلام صادق و وفادار شما، جنید. ها جنید، توفه امیر بزرگ را چون نگینی به همتا قبول نمایید. تیلا، اینجا تیلای بسیار است. تیلا را به صاحبانش برگردانید، زندگی من به آن هم می گذرد. لیکن خواجه، سهل بن منصور با فرمان امیر امروز کشته شد. چرخ قسمت در گردیش است و امیر باز به جانب شما توجه دارد. شاعر یک ملیک دارد که آن خلق است. بردار. مچ مردم به نزد من آمدند. مچ بگذار در آیند. السلام علیکم. السلام علیکم. این خیل در دهه پنجرود من سلام می کنند. باید اینها هم دیاران من باشند. و علیکم السلام. کی در اینجا می گرید؟ رابیه، دوست وفادار من رابیه، رفیق به همتای من، تو آمدی، تو برای من آمدی، تو چه اندازه زیبا شده. دوستم، مگر شما مرا میبینید؟ میبینم عزیزم، چشمی سرم را ربودند ولی چشم دلم باز شد. اکنون من بهتر میبینم. من حیات خود را دور از شما گذرانیدم دوستانم، اما عمری من بیهوده صرف نشد. من ذخیره اندوختم، دولتی گرد آوردم. این است غزلیات رودکی، قصیده های رودکی، بندنامه رودکی، سنباتنامه رودکی، کلیله و دمنه رودکی. این همه را من به آنهایی که دوست می دارمشان و به آنهایی که مرا دوست می دارند و مردمان می بخشند.